نه یا جلو. آقا خزر، آقا خزر، نه بایسا. تمام شد، میرم. بسرم بابا. تو رو خدا نمیر، طاقت میاد زنده. بابا طاقت بیار، تو رو خدا زنده. نمیذارم بمیرم ریان. میران ببریمش تو ماشین، میران ببریمش تو ماشین. پسرم اتفاقی افتاده؟ بابا هم گلوله خورد. بشین تو. بیا پاهاشو جمع کن. باشه، تو برو باشین پشت فرمون، ما رو ببر نزدیکترین بیمارستان. طاقت بیار، طاقت بیار آقا خزر، طاقت بیار. ببین داریم میریم بابا، داریم میریم. آقا خزر طاقت بیار، خوب میشی، تعمل کن. خسرم خودتو خسته نکن، تو راهی مدن میرسیم، خوب میشی. بمیرم چی؟ نه بابا، این حرفو نزنی، این چی نمیشه. ریحانو، خواهراتو میسپارم به تو. سالم از بیمارستان میای بیرون، خودت ازشون مراقبت میکنی، خوب میشی. تونتر برو، عجله کن، مراقبشون باش. مراقبشونم، نگران نباش بابا. آقا خزر،
خدای حفظش کن. آقا خزر، آقا خزر، طاقت بیار، طاقت بیار، چشماتو باز کن، طاقت بیار، خوب میشی آمون تو من یادن نباید بری، طاقت بیار، تانتر برا دیگه، زود باش سرعتتو زیادتر کن. بابا آقا خزر، بابا خزر، چشماتو باز کن. طاقت بیار اصلاً، طاقت بیار، نجاتت میدم، طاقت بیار، نجاتت میدم، میرسونمت بیمارستان، طاقت بیار، طاقت بیار اصلاً، طاقت بیار. پیاده شو اصلاً. نکن، لطفاً گوش کن. گفتم پیاده شو. اصلا داری خون از دست میدی، بذار برسونمت بیمارستان. پیاده شو محفوظ. باشه پسر، آروم باش. این کارو نکن لطفاً پسرم. اصلا این کارو نکن، اصلا نکن. تو به من خیانت کردی. بی‌لیاقتی محفوظ. اصلاً وایسا، اصلاً وایسا، اصلاً اصلاً.
این همه وقت چطوری تونستین تحمل کنین؟ دخترای قوی من، آفرین بهتون. یکم گردن تو خم کردی ها. عزیز دلم، ناز نکن دیگه، اومدم. از این به بعد دیگه همیشه کنار شما ها. تمام شد میرا. سلام. ایشالله خبرای خوب بشنوی. اگه دوستش داشتی از سربازی فرار میکردی. مرگ و زندان و همه چی رو به جون میخریدی، ولی مامانم رو پیدا میکردی. میران بابا اینا اومده. آقا خزر، تازه خوب شدی. مراقب خودت باش. به میرانم زیاد گیر نده. خوش اومدی ماما، خوش اومدی ماما. ممنونم دخترم. اگه چیزیش بشه صبر نمی کنم نازو، دیگه منتظر نمی مونم. دکتر، پسرم چطوره؟ خبر خوب داری؟ متاسفانه پسرتون تغییری نکرده، اوضاع هنوز وخیمه. دکتر، چند روز همین حرفو میزنی؟ واضح بگو چرا این پسر به هوش نمیاد؟ رگها، عصبها و ماهیچه ها تحت تاثیر سوختگی درجه 3 هستن. کاری از همون بر نمیاد. از خدا نباید نامید شد، ولی زنده موندنش معجزه است. برای هر خبری آماده باشید. سلطان بیا بشین. سلطان آروم باش. سلطان با خودت اینجوری نکن. سلطان، تو بچه منو کشتی. تو آتیش اینجا آدمی که توش بوده روشن کردی. اون سوخت، منم سوختم. من دوباره از همون در سوختم. من بازم از همون در سوختم. برای همین این کار کردم، برای اینکه تو نسوزی. بچه تو نوه منه، معلوم بود اینجوری میشه. تقصیر توه که اونجاست. عزیزه، پسری داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. نبیه من تو این امتحانا پیروز میشه. خفه شو. آخرین نفسی که بچه من میکشه میشه آخرین روز عمر تو. عزیزه، قسم میخورم تو همانی کاری که کردی و پس میدی. اگه زنده باشم انتقاممو میگیرم، اگه زنده نباشم دیگه میسپرمت به خدا. عزیزه، ایشالله خدا تو رو یه جوری آتیش بزنه که ایشالله خدا یه جوری اون دلتو بسوزونه که داشتی جون میدادی. جگرت بسوزه، جگرت بسوزه. من که هیچ وقت خاموش نشدم سلطان. Ah!
کار ما بود، کار ما بود، کار همه بود. خدایا تقاضای گناهانمون رو از اون پس نگیر، التماست میکنم. خدایا تلافی بدی هایی که کردیم و سر اون در نیار. گونول، نکنه خبری شده؟ آزاد، یه چیزی ازت میخوام. باشه، چه کاری ازم برمیاد؟ آزاد، من باید ریحانو ببینم. ریحان؟ گونول ببینین خواست. التماست میکنم نکنه میشه. اگه من زنگ بزنم جواب نمیده، فقط اگه تو کمکم کنی حرفامو میشنوه. برمم فایده نداره، خواهش میکنم. باشه، ولی چی میخوای بهش بگی؟ بگیر بابا. ریحان بیا مادر، ما یکم قدم بزنیم. خدا دوستمون داشته که این دفعه به همون رحم کرده. الان خوبی مگه نه مادر؟ بهتری؟ خوبم مامان جون، تو نگران نباش. از بیمارستان خبری نشد؟ شوخی میکنی؟ حال اونیو که میخواست شما رو بکشه میپرسی؟ مامان چی کار کنم؟ پسر مریض بود، عقلش سر جاش نبود. خب نمیگم بخشیدمش، ولی بگم بمیره نه خدا نکنه. همینجوری هم عزیز خانم ما رو مقصر میدونه. اگه چیزی بشه خیلی به میران فشار میاره، اذیتش میکنه. میدونم چی میگی مادر، ولی اصلا نترس، دیگه هیچکی نمیتونه به شما آسیب بزنه. ما جلوشونو میگیریم، من و بابات. مطمئن باش همه چی درست میشه. همه چی درستم بشه میران قبول نمیکنه. قبول میکنه دخترم. من میرانو تو بیمارستان دیدم، وقتی که فکر میکرد بابات مرده. میگن باده که باعث میشه درخت ها قدرتمند بشن و سرخم نکنن و محکم وایستن. مثل تو. نمیخوای با من حرف بزنی؟ حرف بزن، بگو، تعریف کن، تو خودت نریز. منو مقصر میدونی؟ میدونم، بگو. نمیدونی، تو نمیدونی من چی کشیدم. نمیدونی. پس بگو، بگو و منو شریک دردت بدون. بذار مرهم دردت بشم. بچگی دزدیده شده؟ میدونم، ولی اون بچگی فرزند منه. خدا میدونه دیگه چقدر از عمرمون مونده.
اینجوری نکن پسرم. روزایی که برامون مونده رو هدر نده. من هیچی رو هدر ندادم. این تویی که بابل کردن مادرم زندگیه. هممونو هدر دادی. جبران نمیشه آقا خزر. جبران نمیشه. به یه طفل معصوم گفتن بابات دشمن خونی توه. میدونی چی شد؟ دنیا زیر و رو شد. همچین چیزی نمیشه راحت پذیرفت. دمت گرم پریدی جلوی گلوله. زندگیمو نجات دادی. بهت مدیونم. دینم هم ادا میکنم ولی حتی اینم نمیتونه کاری کنه که گذشته رو فراموش کنم. نمیذاره ببخشم. متوجهی که تو به هیچ کی مدیون نیستی. به من نمیگی بابا؟ نگو. اجازه نمیدی بغلت کنم؟ اشکال نداره. اجازه نمیدی بود کنم؟ نده. ولی هیچی نمیتونه حقیقت این که تو بچه منی رو از اینجام بگیر و جدا بکنه. نمیتونه. من میدونم. حس میکنم حالا که ما به هم رسیدیم دیگه دلشاهم آرامش پیدا کرده. خدا بیامرزتش. مامانم زنده بود اینجوری نمیشدم. فهمیدی؟ من چی میگم آخه؟ از کجا میخوای بفهمی؟ از کجا میخوای بفهمی زنی که فقط چون دیگه نامه هاش نیومده ولش کردی چه حسی داره؟ فقط چون نامه هاش دیگه نیومده گذاشتی رفتی؟ کجا میخوایی بفهمی؟ نمیفهمی؟ ولی بدون مقصر مرگ مادرم تویی. تو منو بی مادر کردی. دیگه برو. بابا. دخترم خوبم. خوبم چیزی نیست.
تو برو، تو شوهرتو تنها نذار. تو برو، ما بازم میاییم. بریم زهرا. ملکه، خزر اینا کجان؟ برای دیدن ریحانینا رفتن کلبه. کلبه؟ اونا هنوز تو کلبه میمونن؟ بله آقا، انگار اینجوریه. الو قادر، ببین چی میگم. سریع با بچه ها برین اون امارات پایینی، یه نگاهی بندازین. خیلی وقت کسی نرفته توش. تمیزش کنین، ببینین کم و کسرش چیه. کاملش کنین، آمادش کنین بشه رفت توش. برای نوام میخوام، نه برای آزاد، نه برای ریحان و میرا. برای ریحان اینا دیگه. ای بابا، تو برو کاری که من گفتم رو بکن. سریع بهم خبر بده. بابا. بله پسرم. تو اماراتی که به آزاد دادی و داری میدی به میرا؟ جهان، آزاد که فعلا مجرده. بعدم مگه آزاد نگرانی داره؟ مال من مال شماست، مال آزاده. یعنی مال میرانم هست؟ سعی داری چیو بگی؟ تو سعی داری چی کار کنی بابا؟ دارم کاری که برازندمونه رو میکنم. آها، با دادن چیزی که مال آزاده به میرا؟ تو وقتی من هنوز زندم به فکر مال اموالمی؟ بابا، من دیگه هیچی از تو نمیخوام. به فکر هیچی هم نیستم، ولی به حق و حقوق بچه هام فکر میکنم. چی حق بچه های تو رو گرفته؟ چیکار کنم؟ بذارم مردم بجان ناسوخون نوشو نخواسته فرستاده تو کلبه زندگی کنم؟ همش نگران مردمی. کاش انقدر که به اونا گوش میدادی به حرف ما هم گوش میکردی. جان، من کاری که شایستمه رو انجام میدم، کاری که وظیفمه رو انجام میدم، نه کم نه زیاد. ولی تو هم یکم کاری که وظیفته رو انجام بده. باشه بابا، انجام میدم. منم کاری که وظیفمه برای بچه هام انجام بده ما انجام میدم. نگران نباش. آخ، خدای منو دوباره با همون درد و عذاب نده. هرچی بوده تقاصشو پس دادیم، به خدا پس دادیم. خدایا دیگه ما رو ول کنن، دست از سرمون بردارن. اصلان نرو پسرم، منو بدون دست و پا نذار پسرم، بلم نکن. التماست میکنم، منو با این غم نفرستون دنیا. من نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم. خدایا ازم نگیرش، خیلی دیر به هم دیگه رسوندیمون. زود نگیرش، نمیتونم بدمش. زود باش، پاشو. مثل روزی که منو تو بیمارستان پیدا کردی، صحیح و سالم. پاشو با هم حرف بزن. زود باش پسرم،
زود باش بذارم. دیگه باید بریم بیرون سلطان خانم. بذارم و ببرین بیرون، نه منو. حالتون بد میشه، لطفاً بیاین. بذارم، همیشه تنها زندگی کردی، ولی دیگه من هستم. مادرت کنارته، نترس خیلی خوب. اصلا نترس، من اینجام، دم در منتظرتم. اگه ترسیدی فقط بگو مامان، فورا میام پیشت. باشه بذارم. بلند شین. من دم درم، صدام کن. باشه بذارم. اول من باشون حرف میزنم. باشه منتظرم. آزاد چیزی شده؟ نه نترسین، چیزی نیست ریحان. گونول اینجا چی کار داره؟ میخواد با ریحان حرف بزنه. نمیشه میران، منم میدونم نمیشه، ولی بازم آوردمش. التماس کرد، فکر میکنه با ریحان حرف بزنه. چون حرف میرانه نه، نه نمیشه. من هیچ حرفی ندارم که با گونول بزنم. باشه ریحان، هر طور راحتی. نمیشه، هر دوشون نمیخوان. باشه باشه، بیرون نیاد، ولی من بازم حرفمو به ریحان میزنم. گونول، گونول، ریحان، گونول، ریحان، وایسا گونول، گونول ببین نگه الان بری. لطفا ریحان، میران وایسا، حتی اگه نخوایی بشنویم من بازم حرفمو میزنم. بهت میگم، چون خیلی پشیمونم. به خاطر همه یه کاری که کردم خیلی پشیمونم. ریحان، من به تو بدی کردم، هم به تو هم به میران، ولی بیشتر به تو. الان حق داری که نخوای منو ببینی، واقعا حق داری، ولی التماست میکنم فقط یه دقیقه بیا به حرفم گوش بده. تو رو خدا فقط یه دقیقه بیا بیرون. خواهش میکنم بیا، اومدم پیشه. تو رو خدا به حرفم گوش بده. خواهش میکنم بیا بهم گوش بده ریحان. بیا بهم گوش بده ریحان. میران بشین آروم باش. تو رو خدا نه، کاری باهاش ندارم. میرم حرف بزنم بفرستمش بره. وایسا نه رو میرم. حرف بزنم وگرنه داداشم میمیره. من خیلی پشیمونم ریحان، خیلی پشیمون. حتی روی عذرخواهی از تو رو هم ندارم. من فکر میکردم تقاص همه یه کاری که کرده بودم و پس دادم، ولی پس نداده بودم. من تقاص پس ندادم. میشه لطفا ما رو تنها بذارین؟ ریحان، ریحان، من میدونستم تقاص کاری که باید کردم و پس میدم. دقیقا اینجام یه ترس بود همیشه. میدونستم مجازات میشم، کارم بی جواب نمیمونه، ولی قرار بود من اون تقاص رو پس بدم، نه داداشم. من نمیدونستم داداشم تقاصش رو پس میده. ریحان،
من بزرگترین بدی که یه زن به یه زنی دیگه میتونه بکنه رو کردم. ساکت شدم، هجس دادم، خودم رو به نفهمی زدم، قبول کردم من تو رو گول زدم. فقط به خاطر خوشبختی خودم به بلایی که قرار بود سرت بیاد راضی شدم. الان نمیتونم بخوام که منو ببخشی، چون اگه منم جای تو بودم نمیبخشیدم، ولی خواستم بیام که حداقل پشیمونی ما ببینی. همین میشه دعا کنی خدا تخواست کارم از خودم بگیره؟ ریحان التماست میکنم، خواهش میکنم، من تخواست بدم، نه برادرم، تو رو خدا ریحان خواهش میکنم بگو. گونول گناه کاره، آه من برای اونه، بیچاره بشه، عاشق کسی نشه، کسی هم عاشقش نشه، مثل من بندازنش تو میدون شهر، ولی بگو. خدا برادر تو به تو ببخشه، من برای کسی آه نکشیدم گونول، خیالت راحت، آه نمیکشم. ریحان من خیلی پشیمونم، خیلی پشیمونم، اگه میدونستم بمیرم همه چی جبران میشه، خودمو میکشتم. باور میکنی؟ نه، من تا به امروز فقط خودمو باور داشتم، اصلا کینه ای به دل نگرفتم. اگه تو هم همین جوری که گفتی قلبتو تمیز کرده باشی دیگه، فقط یه چیزه که باید باور بشه. ما هم راجبه یه چیزی هنوز با هم حرف نزدیم. حرفشو نزنیم آزاد. باشه، هر جور راحتی، فقط تا حالا به چشم دشمن به هم نگاه کردیم، ولی دیگه میدونیم که خانواده ایم، حتی اگه قبولم نکنی. من میرسونمش بیمارستان.